الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل روز پنجشنبه 27 بهمن با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در کیف دیدار کرد. الی کوهن پس از این دیدار به خبرنگاران اسرائیلی گفت اسرائیل و اوکراین توافق کردند که در عرصه بین الملل و در همه سطوح علیه رژیم جمهوری اسلامی دشمن مشترک خود همکاری کنند. وزیر خارجه اسرائیل اضافه کرد ما در خصوص تعمیق همکاری با اوکراین برای مقابله با تهدیدات رژیم جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی گفتگو کرده ایم. وی اضافه کرد چهره شیطانی رژیم ملایان در جنگ اوکراین رو شد. وزیر خارجه اسرائیل عالی‌ترین مقام رسمی این کشور است که از زمان حمله نظامی روسیه به اوکراین در اسفند سال گذشته از این کشور دیدار می کند. به گزارش جروزالم پست، الی کوهن در دیدار با ولادیمیر زلنسکی تصریح کرد که اسرائیل برنامه‌ای برای ارسال تسلیحات دفاعی به اوکراین ندارد. این مقام اسرائیلی می‌گوید که زلنسکی در این دیدار گفت که رژیم جمهوری اسلامی دشمن مشترک این دو کشور است. الی کوهن وزیر امور خارجه اسرائیل با انتشار توییتی نوشته است اسرائیل و اوکراین توافق دارند که فعالیت‌های تروریستی رژیم ملایان در اوکراین میبایست از سوی جامعه جهانی محکوم شده و در این خصوص اقدام عملی شدید صورت گیرد. وزیر خارجه اسرائیل ابتدا روز گذشته وارد لهستان شد و سپس با قطار شبانه به کیف رفت تا با مقام‌های اوکراین دیدار کند. الی کوهن در حالی به کیف سفر کرد که دولت اسرائیل روسیه را به دلیل حمله نظامی به اوکراین مورد تحریم قرار نداده است.